به نام خداوند بخشنده و مهربان و بارز سلام. امید داریم دارای ساعت کامل باشید. به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفا تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. به نقل از صفحه فیسبوک مسلم شیرزاد، به دوستانی که زیاد پرسیدن چی می شود؟ برداشت من تا کنون نه مراسم سوگند غنی برگزار می شود و نه هم حکومت موعوظی عبدالله. حکومت ریشخندی به همین شکل تا چند ماه دوام می کند. امریکا به غنی زنگ می زند، فقط زنگ، و 5000 طالب آزاد می شود. به تخمین های ادلاتی من شک نکنید. پس از چند ماه شمشیرکشی، امتیازخواهی، امریکا یک حکومت سلاطه می سازد و نامش را می گذارد مثلا حکومت مشارکت ملی، و بعد همه یک نشست خبری گرفته و می گویند بر اساس منافع ملی، مصلحت اولیای کشور، همش قصه مفت از خود گذری کردیم و 18 ماه دیگر حکومت ریشخندی دیگر را ادامه می دهیم و همه می خندند. جواب شاه حسین مرتضوی به پست فیسبوکی مسلم شیرزاد، فالبینی شروع شد. جواب دوباره مسلم شیرزاد به شاه حسین مرتضوی: در گذشته آدم های بیشرم را دور از شما دلقک می گفتن و آدم های چشم سفید و بی‌حیا را دور از شما مسخره دربار. اما دور از شما جناب مرتضوی، شما که مشاور ارک و شخصیت با وزن هستید، کامگار باشید. کامنت پالیتان پاینده باد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی که یک روز پس از صدور اعلامیه مشترک میان امریکا و حکومت افغانستان و امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان در یک نشست خبری در کابل سخن می گفت، تاکید کرد که هیچ نوع تعهد برای رهایی 5000 زندانی طالب وجود ندارد. بر بنیاد توافقنامه امریکا و طالبان تا 5000 زندانی این گروه باید در جریان 9 روز آینده از زندانهای حکومت افغانستان رها شوند تا راه را برای مذاکرات میان افغانان باز کند. اما آقای غنی گفت که رهایی زندانیان به عنوان پیش شرط مطرح نیست، بل می تواند بخشی از مذاکرات میان افغانان باشد. آقای غنی افزود: هیچ نوع تعهد برای رهایی 5000 زندانی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر صاحب خلیلزاد و مقامات دیگر شریک ساخته ایم. آقای غنی گفت که رهایی زندانیان طالب از صلاحیت امریکا نه، بلکه از صلاحیت حکومت افغانستان است. رئیس جمهور غنی به توافقنامه صلح امریکا و طالبان نیز اشاره داشت: اگر شفافیت نباشد، ما فقط نامه ای که به پشت پرده امضا شود، فردا جنبه عملیش مشکلات اساسی خواهد داشت. بر بنیاد اعلامیه مشترک حکومت افغانستان و امریکا، نیروهای امریکایی در جریان 14 ماه از افغانستان بیرون خواهند شد. اما این بیرون شدن وابسته به این است که طالبان تا چه پیمانه به تعهداتشان برای کاهش خشونت و دیگر موضوعات در توافقنامه پابند میمانند. یکی از کارهای دیگری که باید در جریان 9 روز آینده انجام شوند، اعلام هیئت مذاکره کننده از سوی حکومت افغانستان است. آقای غنی گفت که او مطمئن است که این هیئت در درازای 9 روز آینده تشکیل خواهد شد. به گفته او، مشوره ها روی تشکیل این هیئت پیش از اینها آغاز شده است. آقای غنی گفت صلاحیت هیئت از این خاطر محدود است که تصمیم گیرنده آخر طبق قانون اساسی با پارلمان افغانستان است، یا لوی جرگه افغانستان است و یا رای سنجی عام است. رئیس جمهور غنی گفت که کاهش خشونت ها در کشور ادامه خواهند داشت و افزود که امیدوار است که کاهش خشونت ها به آتش بس بیانجامد. تا
توافق امریکا و طالبان باشندگان بلخ را به صلح امیدوار کرده است. شماری از باشندگان ولایت بلخ می گویند که امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان آنان را به تأمین صلح در کشور امیدوار ساخته است. این باشندگان بلخ اما می گویند که از اختلاف ها میان رهبران سیاسی نگران هستند. آنان از این رهبران می خواهند که به اختلاف هایشان پایان دهند و برای تأمین صلح پایدار در کشور کار کنند. محمد رجب یکی از باشندگان بلخ گفت از غنی و عبدالله خواهش می کنیم که اختلافاتشان را کنار بگذارند که امروز یک روز نو است و آغاز مذاکرات صلح افغانستان است. عبدالشکور باشنده دیگر بلخ نیز افزود دیگر خونریزی بس است، افغانستان به تباهی کشانیده می شود. از اینها رهبران سیاسی جدا می خواهند که بین خود توافق کنند. امریکا و طالبان روز گذشته شنبه ده اود توافق صلح را در دوحه امضا کردند. قرار از در درازای ده روز پس از این توافق گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. این در شرایط است که عبدالله نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را که چند پیش اعلام شد نمیپذیرد و گفته است که خودش حکومت اما شمول را ایجاد میکند. در پی این جنجال ها تیم انتخاباتی آقای عبدالله برای چند ولایت شمالی ولی نیز معرفی کرده است. باشندگان بلخ اما می گویند که از ادامه این اختلاف ها و نیز جنگ های دوامدار در کشور خسته شدند و اکنون از هر اقدام برای پایین بخشیدن به این جنگ و رسیدن به صلح استقبال می کنند. عبدالله باشنده بلخ گفت صغیر و کبیر ما تشنه صلح است. 30 سال خودم در جهاد بودم، ریشم سفید شد. امید این را دارم که صلح سراسری در افغانستان بیاید. محسن دانش عضو شورای علمای بلخ نیز اظهار داشت دولت مردان ما بیشتر عزم خود را برای صلح جزم بکنند و بین خود تفاهم بکنند. پلوشه چکزای فعال جامعه مدنی بلخ هم تصریح کرد بیشتر از 20 سال افغانستان در بدبختی های جنگ قرار دارد. اونون که لبخند صلح به چهره هموطنان ما آمده، بیایید همین لبخند را با اجماع سیاسی آغاز کنیم. و همچنان یک خبر مهم دیگر، ترامپ با رهبران طالبان دیدار خواهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ناوقت شنبه در یک نشست خبری ساعات پس از توافق این کشور با طالبان گفت که او با رهبران گروه طالبان در آینده نزدیک دیدار خواهد کرد. آقای ترامپ در این باره گفت من در آینده نه چندان دور شخصا با رهبران طالبان ملاقات خواهم کرد. او افزود زمان آن است که پس از سالها سربازانمان را به خانه برگردانیم. ما می خواهیم که مردمانمان را به خانه بیاوریم. این یک سفر طولانی در افغانستان بوده است. او همچنان رئیس جمهور غنی و مردم افغانستان را از بحر امضای توافق صلح میان امریکا و طالبان مبارک باد داد. توافقنامه صلح میان طالبان و امریکا از سوی زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه امریکا و ملا برادر معاون سیاسی طالبان و فرد شماره دوم این گروه در یک مراسم ویژه در حضور نمایندگان 30 کشور و نهادهای جهانی در هتل مشهور و شرایتون در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. این توافقنامه پس از یک دور 7 روزه کاهش خشونت ها امضا شد. این دوره که همچون یک دوره آزمایشی برای اثبات توانایی طالبان در مدیریت جنگ افغانستان بود، شب گذشته پایان یافت. قرار از در درازای 10 روز پس از امضای این توافقنامه گفتگوهای میان افغانان آغاز شود. در همین حال مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا در مراسم امضای توافق صلح آمریکا با طالبان در دوحه گفت
که ما نمی توانیم پیروزی را در افغانستان اعلام کنیم. اعلام پیروزی زمان ممکن است که افغانستان به صلح پایدار دست یابد. او افزود که طالبان تعهد کردند که روابطشان را با گروه های هراس افغان قطع خواهند کرد. او می افزاید که اگر طالبان به صلح اراده دارند، روند کاهش خشونت ها را ادامه بدهند. او اضافه کرد که اکنون زمان آن است که طالبان در راستای صلح گام بردارند و روابطشان را با القاعده قطع کنند و نیز با داعش مبارزه کنند. دوستان عزیز، تشکر از این که تا آخر ویدیو با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال ما را سابسکرایب نمایید.